سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و ستار رحمانی در برنامه دیگر از تلویزیون کاله. سلام بر تو ستار جان. درود بر شما و بینندگان تلویزیون برابری. به پیشنهاد یونسکو 5 اکتبر و 14 مه در واقع روز جهانی معلمه، روزی که بسیاری از معلمان جهان در واقع این روز رو جشن می‌گیرند و برای بسیاران این روز روز اعلام مطالبات جنبش معلمان هست و موقعیتی که تصویرسازی از موقعیتی که معلمان دارند، آن چیزی که امروز ما باش مواجهیم همچنان مبارزات اعتراضی و اعتصابات بزرگیه که معلمان در همین سالها علیه خصوصی‌سازی ها، کمبود بودجه، قطع بسیاری از امکانات رفاهی، خرابی بسیاری از مدارس، نبود امکانات آموزشی، طبقاتی شدن و کالایی شدن آموزش و اکنون با مسئله کرونا بار دیگر فاجعه و دهشتناک اختلافات طبقاتی و نبود آموزش برای بیش از 3 میلیون کودک در واقع در اذهان همگان در واقع پدیدار شده در جلوی چشم همه. ارزیابی شما از این روز چه هست و چه خبرهایی در رابطه با برگزاری روز جهانی معلم داره؟ روز جهانی معلم خب سال 1994 یونسکو تصمیم گرفت که این روز رو به عنوان روز معلم عنوان کنه و همونطوری که گفتید خب در بیشتر کشورهای جهان اینا روزی میبینن که معلمان با دانش آموزان میشنن سر موضوعات مختلف صحبت میکنن و شاید در بخش جاها دیده میشه که دانش آموزان میان از معلمشون قدردانی میکنن. این روز در حقیقت مثل روز کارگر بگیم یک نوع روزیه که معلمان در سطح جهان میتونن آزاد باشن، اعتراض کنن، خواسته ها و مطالباتشون رو مطرح کنن، با خانواده ها مشکلات آموزشی رو در میان بذارن، یک توی این مجموعه و همچنین اینکه بتونن همسان با دیگر کشورهای جهان و تلاش هم همینه که آموزش پرورش به یه استاندارد جهانی برسه و بتونن بر اساس اون معیارهای جهانی در حاصل هر جا هر کس که مدرک تحصیلی میگیره بتونه در هر جای دنیا بتونه کار بکنه یا ادامه تحصیل بده. این در حقیقت هدف یونسکو بوده توی نامیدن این روز به نام روز معلم. اما در جاهایی که دیکتاتوری هست و معلمان کوچکترین حق تشکل رو ندارند، حق آزادی بیان رو ندارند و در حقیقت حکومت های ایدئولوژیک، حکومت های مثل جمهوری اسلامی که توتالیتر هستن و نمیذارن هیچ صدای دیگه‌ای به غیر از صدای خودشون در تریبون های داخلی و همچنین در رسانه ها در جاهای دیگه شنیده بشه، اینها نمیذارن که همچه روزی باشه که معلمان بیان کنار هم دیگه و بتونن دردها و مشکلاتشون رو بیان کنن و همچنین با خانواده‌های دانش آموزان مشکلاتی که آموزش پرورش داره بیان کنن. در ایران امسال متاسفانه خب به خاطر سرکوب خیلی بسیار زیاد و شرایط امنیتی و همچنین کرونا هم که بهش اضافه کردن و ازش دارن مثل هر چیز دیگه‌ای به عنوان موهبت الهی دارن ازش استفاده میکنن برای سرکوب مردم،
و این مجموعه رو براشون ساختن که نتونن اعتراض بکنن. در ایران توی پارک شهری در تهران تعدادی از معلمان و فعالین کارگری معلم بیانیه خوندن، بعد شعری برای همسر محمد حیوی خدیجه پارک زمین اشتباه نکنم خوندن و اینا در سرودی رو خوندن در پایانش و یادی از کردن از در هر صورت معلمان در این روز و اونهایی که در زندان هستند در همین روز. در قسمت های دیگه کانهای صنفی مختلف از کرمانشاه گرفته کردستان، تهران و شورای هماهنگی کانهای صنفی فرهنگیان ایران هم برای به خاطر این روز بیانیه دادن و دوباره تاکید کردن بر خواستها و مطالباتشون و اینکه آموزش پرورش آموزش نباید کالایی بشه، همونجوری که شما هم به صحبتتون گفتین معلم جاش در زندان نیست، در کلاس درس و و مطالبات دیگه و همین خصوصی سازی و مجموعه شرایط فلاکتباری که معلمان در آن هستن توی مجموعه این بیانیه‌ها صادر شد. همچنین آقای اسماعیل عبدی از زندان پیامی رو فرستادن به مناسبت همین روز که در اون پیام هم آقای عبدی تاکید کردن که بر اساس گفته های ای آی آموزش بین الملل امسال کرونا بر سایه دیگری علاوه بر سایه امنیتی رژیم بر آموزش و بر کودکان و بر معلمان افکنده که در بسیاری از شهرستان های ایران دیدیم دانش آموزان و معلمان جانشان رو به خاطر اینکه در کلاس درس حاضر شدن بدون امکانات بهداشتی و جان خودشون از دست دادن یا مبتلا به ویروس کرونا شدن. انتقاد مجموعه اینها در باره آموزش پرورش در شرایط کرونا اینه که حاکمیت ایران مسئولیت هیچ گونه امکاناتی رو نمیپذیره که فراهم بکنه. خودش گفته که خب بیان دانش آموزان باید برگردن سر کلاس های درس، اما این گفته باید زمینه‌های اولیه آمادگی دانش آموزانی که بیان سر کار رو داشته باشه که میگن این زمینه‌ها آماده نیست. حتی مدارسی هستن که کفری هستن از این یاد کردن که این مدارس واقعا هیچ گونه شباهتی به استانداردهای بین‌المللی در مدرسه ندارن. دانش آموزان در از امکانات ابتدایی برای جلوگیری از ویروس کرونا را براشون فراهم نکردن، از جمله چیزهای بهداشتی، تمیز کردن دست و غیره و حتی فاصله گذاری ها در همه جا رعایت نمیشه. خب در حقیقت اون چیزی که اینا میگن در قبال آموزش پرورش اینه که آموزش پرورش یک نهادیه، یک سازمانیه که باید به عنوان یکی از نهادهایی که آینده کشور رو پایه‌گذاری میکنن، یا به بیان دیگه در حقیقت اینها دارن نیروهایی رو تربیت میکنن که سرنوشت‌سازن در آینده کشور. وقتی به این اهمیت داده نمیشه و به جای اینکه بودجه این سازمان رو بیشتر بکنن برسن به بهتر شدن شرایط آموزشی، در حقیقت پولهای مردم و خرج منافع خودشون و همچنین جنگ افروزی در منطقه میکنن و دخالت میکنن در کشورهای دیگه، این در حقیقت نشون میده که این رژیم نه تنها نماینده اکثریت مردم که در حقیقت این 14 میلیون دانش آموز اگه با خانوادهشون حساب بکنی خانواده کارگری اکثریت جامعه رو تشکیل میدن، این نمایندگی نمیکنه، بلکه نمایندگی بخش اقلیتی از جامعه که منافع خودشو در موندن رژیم و ادامه موندن رژیم هست. این به خاطر همین تمام بودجه ها توی این زمینه ها صرف میشه که علاوه بر اون شعارهای دیگه ای که میدن اگر یک اختلاس حل بشه مشکل ما حل میشه، این اختلاس ها رو به در حقیقت بیان به زبان کشیدن که اختلاس های نجومی هستش اما آموزش پرورش از کوچکترین امکانات بی بهره میمونه. اون چیزی که اگه جمع‌بندی بکنم در رابطه با روز پنجم اکتبر امسال اتفاق افتاد، باید بگم که
مشابهتی با سالهای قبل چندان نداشت، برای اینکه سالهای قبل معلمان تحرک بیشتری داشتن و خودشون آماده میکردن برای اعتراضهای دست جمعی، چون صدای اینها به هیچ وجه به گوش جوریه که به گوش حاکمان نمیرسه که رسیده ولی نمیخوان جواب بدن، و به همین خاطر این از این روز استفاده میکردن برای اینکه صدای اعتراضشون رو به گوش حاکمان دوباره برسونن. اما امسال خب این اتفاق نیفتاد و بیشتر به با زبان بیانیه های مختلف معلمان در باب مشکلاتشون رو بیان کردن و در سطح مجازی بحث کردن در رابطه با 5 اکتبر و در رابطه با روز معلم، در اینکه چه کارهایی میشه کرد که به هر صورت این آموزش پرورش ایدولوژی زده شده و تحمیل شده مذهبی را از یک طرف و در فقر اقتصادی، در فقر فرهنگی و بقیه گذاشتن این آموزش را بتونیم با کمک هم دیگه تغییر بدیم به یک نظامی که میتونه در حقیقت میگیم نظام، برای اینکه خود این یک نظم آموزشی، نظام آموزشی و نظام یادگیری زندگی کردن را هم به فرزندانشون یاد میده. یه نکته بسیار جالبه که یکی از این بیانیه‌های معلمان کانون‌های صنفی دیدم، بسیار جالب بود برام. در ایران در آموزش پرورش معمولا رقابت‌ها بیشتر دیده میشه، یعنی تربیت میکنن برای اینکه انسان فردی زندگی بکنه تا اینکه تربیت کنن، عکس اون که در بسیاری از کشورهای دیگه جا افتاده است و آموزش به این هم تاکید بسیاری کرده که باید از بچگی یاد بگیرن دانش آموزان که چگونه با همدیگه کار کنن، گروهی کار کنن، نظراتشون رو به اشتراک بگذارن. اما تو اون بیانیه به درستی گفته بود که این شرایط رو به هر طریق ممکن اینها فراهم میکنن که دانش آموزان نتونن با هم دیگه به صورت گروهی کار بکنن، همچنان که نمیذارن معلمان در کارشون به صورت گروهی کار بکنن. خب از شرایط کرونا گفتیم، اگر اجازه بدید خب میتونیم در رابطه با مسئله کرونا و آموزش پرورش که تو این زمینه اینا چه کارهایی کردن یا نکردن و چه کارهایی باید بکنن که نکردن. ببینید یونسکو یه بیانیه‌ای داد در اوایل وسط شهریور ایران بگیم، که بحث بر سر این بود که چرا آیا کلاس‌های آموزش پرورش به طور کلی، بحث کلی بود که باید باز بشه به نفع دانش آموزان یا باز نشه از شیوه های دیگه استفاده کنیم به نفعشون. این به نفعشون از لحاظ آموزشی، از لحاظ بهداشتی، از لحاظ سلامت جان، و این مجموعه بود که به طور کلی به این نتیجه رسیدم که حالا بحثش طولانیه، که آره باید کلاس ها باز بشه، اما شرایط برای باز شدن کلاس ها باید فراهم بشه از لحاظ اینکه خطر کرونا در هر صورت یه خطر جدی هست. خب در ایران بسیاری از شهرها قرمز اعلام شده و تعداد مبتلایان به کرونا و تعداد کشته شدگان هر روز بیشتر میشه، و در گزارش خوندم که در یکی از استانها چندین معلم جان خودش رو به خاطر رفتن به کلاس و دانش آموزان دانشون از دست دادن، و بسیاری نمیبینیم و نمیگویند متاسفانه. در ایران اما اون چیزی که گفتم، یعنی گفته برن به نفعشون، گفته البته بستگی به شرایط هر کشوری هم دارد. در رابطه با ایران این شرایط واقعا آماده نبود که دانش آموزان سر کلاس ها برگردن. هر جوری هر گونه ای که شده در حقیقت این رژیم میخواسته بگه که شرایط غیر عادی نیست و مدارس که بازه هیچ، و خانواده های اونها هم اگر کارگرن، معلمن، کارگر ساختمانی هن، اینا باید برگردن سر کارشون. در حقیقت این مجموعه به هم رفت داره، و اون چیزی که بسیار بسیار برجسته هم شد دیدیم که حتی وزیر بهداشت هم اومد اعتراف کرد که این شغل من نیست و نبوده و من اشتباهی تو این شغل جا گرفتم، که البته بسیار دیر گفته، برای اینکه اگه اون به عنوان یک دکتر اگر بوده، به عنوان کسی که تشخیص دهنده
این شرایط ناگوار بوده میکرد که یا امکانات فراهم کنید یا مدارس رو ببندید، و این جرأت رو نداشته بگه و نمیگفته و هم سو هم صدا با کلیت رژیم تا برون خب رفته و دانش آموزان رو در شرایط بسیار و معلمان رو در شرایط بسیار خطرناک از دست دادن جایشون قرار داده. این خلاصه کنم اینه که در ایران با وجود شرایط بالا گرفتن کرونا، در واقع آماده نبودن مدارس و عدم فراهم کردن امکانات لازم برای اینکه دانش آموزان بتونن در کرونا باشن، این مدارس نباید شروع میشد. و در خب گفتن چون که اصلا میگن خب اصلا مسئله کرونا دیگه در ایران به صورت یه دوره‌ای نیست که بگید مثلا فاز اول فاز دوم باز شروع شد، این فاز مدام ادامه پیدا کرد و هرگز قطع نشد. یعنی هرگز ما شاهد یک فروکش در واقع این اپیدمی در توی کشور نبودیم و همه به قول شما همه استانها و بنا به گزارشات تمام استانها در موقعیت بسیار هشدار و قرمز قرار داره. در این شرایط بسیاری از مدارس در واقع باز شده و به قول شما بسیاری ما خبرهای خوبی نداریم از در واقع درگیر شدن بسیاری از خانواده ها و معلم ها و دانش آموز ها با بیماری کرونا، ولی در این حال در کنارش ما شاهد یک به اصطلاح سامانی شاد بودیم، سامانی شادی که در واقع میخواست که از طریق آموزش های اینترنتی و سامانی که در واقع در بسیاری از کشورها همچنان جاریه مسئله آموزش رو پیش ببرن. خود این سوالات زیادی ایجاد کرد، اینجوری که خود یکی از مسئولین مشاور وزیر آموزش پرورش گفته که حدود 3,200,000 تا 500,000 نفر معادل 21% از کل دانش آموزان فاقد دریافت کننده های هوشمند هستند یا در جایی هستند که دسترسی به این نرم افزار ندارند. اگر آمار رسمی رو بگیریم که مثلا همین 3,500,000 نفری که فاقد این دستگاه هستند و با توجه به سرعت بسیار بسیار کم خود اینترنت توی کشور و موقعیتی که برای حتی پیاده کردن و ذخیره کردن اطلاعات در اونجا وجود داره از طریق اینترنت، ما شاهد یک فاجعه ای توی کشور هستیم. از یه جهت مدارس خصوصی و ثروتمندانی که مال بر مال و ثروت کشور چنگ انداختن، اونها بچه هاشون رو توی مدارس های معینی سازمان میدن، از آموزش بسیار بالایی برخوردارن، و از اون بر اکثریت عظیم کودکانی که در سراسر کشور خصوصا مناطق حاشیه در واقع اصلا به حاشیه پرتاب میشن، و یعنی و به خاطر نبود آموزش ما شاهد اصلا حاشیه شدگی اونها در آینده طولانی هستیم. ارزیابی دون از این قضیه چی؟ از این مسئله سامانی به اصطلاح شاد. ببین من همین گفتم که یونسکو گفت بر اساس کشورهای مختلف باید تصمیم گرفته بشه، ما آمادگی اون بخشایی که در حقیقت به بهداشت و سلامت دانش آموزان مربوط میشه و بقیه قسمت ها اشاره کردیم، اما این قسمتش که آیا اگه مدرسه بسته بشه در ایران چه بلایی سر یا سرنوشت دانش آموزان چه میشه، این یکی از مسائل در حقیقت مهمیه و دغدغه فکریه معلمان هست. اون چند نفری که گفتم در پارک یکی از پارک‌های تهران دیروز جمع شده بودن، در دستشون یه پلاکارتی بود که در اون نوشته بودن که تبلت و تلفن دستی با اینترنت مناسب که بتونن دسترسی داشته باشن به اپلیکیشن‌هایی که برای آموزش ترتیب داده شده، این باید فراهم بشه، در غیر این صورت بسیاری از خانواده ها یا اصلا این امکانات رو ندارن و در جایی هم که دارن سرعت اینترنت اینقدر پایین و ضعیف هست که دانش آموز رو کلافه میکنه و عملا دیگه راضی نیست که ادامه بده به این نوع آموزش، برای اینکه هم معلم مجبور بارها
اینترنت قطع و وصل بشه، هی صحبتش رو تکرار کنه، هم دانش آموز وقتش بسیار گرفته میشه. این از هر دو لحاظ بسیاری از معلمان میگن که الان دیگه وقت ما چندین برابر شده، برای اینکه ما اگر در مدرسه بودیم در هر صورت دانش آموزان در زیر سقف یک کلاس بودن و میتونستیم درس بدیم. الان در بسیاری جاها گرفتاری ما اینه که ما نمیتونیم دانش آموزان رو پیدا بکنیم به خاطر فقر خانواده، اولا که امکانات ندارن، دوم نه تنها امکانات ندارن، اینا جذب کارهای نامناسب شدن و مجبورن در کارگاه های کوچک دست فروشی و غیره به هزینه زندگی اون خانواده رو فراهم بکنن. یک بخشش از بخشی از آموزش مربوط میشه به سطح معیشت مردم و اینکه آیا امکانات یا دارن که به فرزندانشون برسن یا نه. خب همه ما میدونیم که در ایران شرایط اقتصادی بسیار فراکتباره، خط فقر به 10 میلیون یا شاید بیشتر، بعضی 12 میلیون اعلام میکنن و دستمزدها در حد 2,800,000 تومان هستش و عملا بیکاری در سطح بسیار وسیعیه. و این مجموعه شرایط اگر هم اون اپلیکیشن شاد در دسترس دولت قرار بده، نمیتونه مورد استفاده بسیاری از دانش آموزان قرار بگیره. بنابراین این راه حلی برای مردم نمیگذاره جز این که فکر کنن خب بچه من در کلاس که نمیتونه حاضر بشه، در اگر فرض کنیم مدارس بسته بشه به طور کلی، و ما هم که کارمون از دست دادیم، بنابراین با خانواده مجبوریم بریم به گونه ای بزنیم بیرون که بتونیم نان شبمون رو تهیه کنیم. و این شرایط واقعا فاجعه باره. ببینید اگر در نظر بگیریم در کشورهایی که تا حدودی به آموزش پرورش اهمیت میدن و بهتر از ایران، اروپا خب بهتر از ایرانه و بعضی حتی کشورهای همسایه بهتر از ایران حداقل سرمایه گذاری میکنن، چون میدونن که این ثروت جامعه است که داره پرورش پیدا میکنه برای تحولات اجتماعی، برای تولید اجتماعی که ثروت اجتماعی رو در آینده قرار تولید و باز تولید بکنه. اینا خب میرسن. اما در ایران همه مجموعه ها مثل یه نخ نامرئی همه به هم در هم تنیده و نمیگذاره یکی دیگری رو تکمیل بکنه. تو عاشق اینه که بچه‌ت بره مدرسه درس بخونه، اما امکانات نداری که اگر این مدرسه نره براش تبلت بخری، براش امکانات اینترنت با سرعت پیدا بکنی. اگر هم به مدرسه برود باز این شرایط بسیار نامناسبه و در حقیقت یه دغدغه فکری شده مسئله کودکانی که به مدرسه میرن برای خانواده‌هایی که واقعا از وضع مالی در مشکل هستن و نمیتونن شرایط مناسبی رو برای فرزندانشون فراهم بکنن. اونهایی که وضعشون خوبه، مدارس خصوصی با بسیار شرایط مناسبی که فاصله ها رو رعایت میکنن و اگر چنانچه حتی بگن که مدرسه هم نباشه، تمام امکانات تحصیلی نه تنها این اپلیکیشن شاد، بلکه الان بازار اپلیکیشن های آموزش پرورش در حقیقت مثل یه بازار کالایی بسیار پر رونق شده برای اون خانواده هایی که پول دارن و میتونن این اپلیکیشن ها و این امکاناتی که میشه در خونه به دانش آموز کمک کرد که بتونه از تحصیلش باز نمونه اینو بهش برسن. اما اکثریت جامعه ایران یه دغدغه دیگری علاوه بر دغدغه معیشت بهشون اضافه شده که آینده فرزندان واسه میشه. خب بگیم واقعا رژیم ناکارآمدی شد در تمام سطوح که نشان داده، هیچ در این سطح هم عملا ناکارآمدی و بیکفایتی خودش را در تمام آموزش پرورش در حقیقت به صحنه نمایش گذاشته و هیچ کدام، هر معلم شرافتمندی، هر خانواده شرافتمندی به اون اوضاع مدارس آموزش پرورش نگاه کنه نمیتونه بپذیره که این شایسته اون جامعه 80 میلیونی. واقعیت اینه که یک پروژه نابودسازی نه فقط وضعیت کنونی و تاریخی تا کنونی مردم و کشور ما، بلکه ویرانسازی آینده زندگی های بسیاری رو بر اساس همین در واقع سیاست اینها پیگیری میکنند. و اون چیزی که شما هم به درستی گفتید، مسئله
کالاسازی آموزشیه، اون چیزی که سالها شعار کار معلمان و کارگران علیه کالاسازی آموزش، کالاسازی بهداشت، کالاسازی ها بود، امروز مسئله خود آموزش نه فقط به واسطه همین سامانی شاد، به واسطه در واقع به قول شما اپلیکیشن های متعدد آموزشی برای آموزش ها کالایی شده، بلکه حتی مدارس دولتی، مدارس خصوصی که هیچ مدارس دولتی هم دیگه اون موقعیت قبلی خودشون رو ندارن که آموزش در واقع مجانی، رایگان و همگانی رو برای همه حتی بر اساس خود قانون اساسی حکومتی بتونن سازمان بدن. و این خودش یک فاجعه‌ایه که در واقع آینده مردمان ما رو سازمان میده. توی این دوره‌ای که این مسئله خود این خواست‌ها، این مسائل مطرح است، ما همچنان شاهدیم که محمد حبیبی، اسماعیل عبدی اینها در زندانن و 4-5 نفر از فعالان در واقع جنبش معلمان در زندانن. در باره موقعیت اونها چه خبرهایی هست؟ ببینید محمد حبیبی در بدترین شرایط قرار داره نسبت به اسماعیل عبدی یا بقیه فعالین محمد علی دمپرکش و یاسر عبدی. بله اینا که در زندان هستند، اولا نزدیک به سه سال است که ایشون زندانه و حق مرخصی بهش ندادن و در برخی از موارد حتی حق ملاقات را ازش گرفتن. این در اخیران هم اینها را منتقل کردن به یه بندی که بسیار بسیار نامناسبه، مثلا ظرفیت فکر کنم 30 نفر را داره اما 90 نفر رو بردن اونجا تو اون شرایط کرونایی بسیار سخت و سالونش اونجوری که من شنیدم از خانواده هاشون اینا پر از سوسک و ساس و شرایط بسیار بسیار نامناسبی هست، حتی موش هست و اینا میگن که این شرایط محمد حبیبی بوده با شاپور احسانی راد و تعداد دیگه ای از فعالین دستگیر شده آبان 98 و فعالین سیاسی و مدنی بودن. اینا رو به همراه هم اینا رو بدونین که حتی اجازه فرصت بدن که اینا وسایلشون رو به همراه خودشون ببرن به اون زندان جدید که منتقل کردن، مثلا یخچال و تلویزیون و چیزایی که خریدن برای خودشون رو جا گذاشتن، فرصتی ندادن که اینا بردارن و اینا رو به همون با سرعت جشن انتقال دادن به شرایط بسیار بسیار سخت داری. خب در رابطه با بقیه معلمان و اون معلمان خراسانی 7 نفری که در تحت چیز هستن، حکم گرفتن، این مجموعه هم در شرایط کرونا در زندان هستن و در حقیقت باید به زبان دیگه بگیم که تمام کانهای صنفی که به این زندانی شدن معلمان اعتراض کردن، هیچ اکثریت جامعه آگاه ایران نیز به این مسئله اعتراض کردن، حتی کانون نویسندگان اخیراً بیانیه دادن در رابطه با 3 نفر از نویسندگان که حکم گرفتن، علاوه بر اون اشاره کردن به معلمان و بقیه بخش‌های فعال سیاسی جامعه ایران که اینا تحت شرایط بسیار نامناسب زندانی هستند. خب چیزی جز این نمیشه گفت. من به نظرم که آیا شرایط اینها، اسماعیل عبدی در حقیقت زندانیش اگر اشتباه نکنم 5 سالش تموم شده بود و باید آزاد میشدن، اما به دلیل اینکه به هر دلیلی، هیچ روشنم نیست به چه دلیلی، یک پرونده مختومه 10 سال زندان رو که در سالهای پیش بهش داده بودن و عملا شفاهن بهش گفته بودن این دیگه جایی نمیشه و مختومه شده، دوباره آوردن و حکم 10 سال زندان بهش دادن که بسیار بسیار دردناک هست برای او و خانوادش و همه دوستداران فعالین صنفی معلمان. اما خب به هر صورت چاره چیست؟ یعنی من انتظار داشتم اگر بخوایم از موضع انتقادی نگاه کنیم به این مسئله، روز جهانی معلم باید تبدیل میشد به روزی که همه شعار بدن که معلم جاش در زندان نیست و
باید آزاد باشه. اما خب اینها در سطح بیانیه شد و در سطح بیانیه هم برای رژیم هیچ اهمیتی نداره. از زاویه دیگه باز انتظار داشتیم که در سطح جهانی حداقل ای‌آی بیاد به این اعتراض بکنه، که متاسفانه یک چند اعتراضی در سابق کرده، اما در این روز هم خوب بود که وان روز معلم ایران را دوباره مطرح بکنن و بگن که این معلمان در زندان هستن. خب میدونیم که 80 اتحادیه کارگری در اروپا در صورت اعتراض کردن با دادن بیانیه که از طرف دوستان ما در فرانسه این ترجمه شده و در همه جا منتشر شده است، و میبینیم که خب این بخشی از اتحادیه جهانی در حقیقت حمایت کردن از کارگران، از معلمان. اما باید هم صدا در من به نظرم در رابطه با مسئله ایران بسیار حساس‌تر و شاید بسیار حساسی هم هست. اتحادیه‌های کارگری، فعالین کارگری، معلمان و بقیه بخش‌های جهانی جامعه باید صدای اینها باشن. ما می‌بینیم که صدای اپوزیسیون‌های غیر کارگری در تمام رسانه‌ها چندین بار تکرار میشه، اگرچه اونها در داخل حتی هیچ قابل مقایسه نیستن که در رابطه با این مسئله کارگران و معلمانی که مطالبه گرن و در حقیقت یک زندگی بهتر برای همه میخوان. میبینیم رسانه ها، چه رسانه های ایرانی و چه رسانه های غیر ایرانی و چه سازمان هایی که پشت اون رسانه ها هستن، اینها تلاش میکنن در این روزها صدای اپوزیسیون غیر کارگری و غیر مردمی در واقع باید گفت بهتر تمام مزدبگیران را بسیار برجسته میکنن، و انتظار ما اینه که حداقل اون بخشایی از طبقه کارگر جهان و اتحادیه‌های کارگری که این را میبینن هر روز آشکارا، اینها صدای کارگران و معلمان و پرستاران و همه اقشار طبقه کارگر در ایران بشن، برای اینکه این صدا صدای واقعیه. این صدا صداییه که در تمام طول عمر جمهوری اسلامی بر علیه رژیم مبارزه کرده، زندانی داده، کشته داده، و عملا اپوزیسیون های غیر کارگری و اپوزیسیون های بورژوایی سعی میکنن که بیان در این شرایط با کمک دولت های غربی، آمریکا و کشورهای دیگه در حقیقت مسئله عبور از رژیم رو مطرح کنن و عده خودشون رو شورای گذار بدانن، عده خودشون رو طرفدار سلطنت، عده به اصطلاح سکولار بدونن. اما به باور من هر کسی، هر سازمانی تا جایی که طبقاتی به مسئله نگاه نمی کنه و از نه تنها طبقاتی بلکه از زاویه طبقه کارگر به این مسئله نگاه نمی کنه، در بخش طبقه سرمایه‌دار قرار می گیره و در حقیقت حاضر نیست جمهوری اسلامی کاملا نظامش پاشیده بشه و نظام نظم جدیدی را در جامعه ایجاد بکنه، بلکه میخوان بسیاری از اون نظم ها را همچنان که بعد از رژیم شاه دیدیم نگه داشتن یا بازسازی کردن و دوباره به خورد مردم دادن. این اپوزیسیون هم همین رو میخواد و ما در حقیقت خود الان تموم میکنم یه لحظه بعد، و ما باید به این بخش های مختلف طبقه کارگر بگیم که اتحاد بالاترین ضرورت و واجبتر از در حقیقت بگیم نون روز است که احتیاج داریم همه ما، همه بخش های مختلف طبقه کارگر، برای اینکه به خواسته و مطالباتمون برسیم. صدات نیست. به عنوان سوال آخر اینه که مهر ماه و در واقع آبان ماهی در مقابل ماست، مهر ماهی که همیشه آغاز سال تحصیلی است و زمان آغاز اعتراضات، همونجور که توی اوائل صحبتمون گفتیم، اینها آغاز اعتراضات دانش آموزان، معلمان و حرکت هایی که هست، هرچند الان سایه کرونا مانع از بسیاری از این تجمعاته، در کنار
رژیم کرونایی حاکم بر ایران، ما شاهد در واقع کرونای ویروسی هم هستیم که جان و زندگی مردم رو هدف گرفته. اما اعتراضات کارگری نشون داد که در واقع اونها بر این روند هم میتونن غلبه کنن، بیان تو خیابان و اعتراض کنن. ارزیابیتون چیه با توجه به این مجموعه خواستا، زندانیان معلم، زندانیان سیاسی که در زندانن، از فعالان جنبش معلمان، از این روند هرچه بیشتر پولی شدن و کالایی شدن آموزش، از همین روند طبقاتی تر شدن آموزش، از همین روند فقر گسترده و وحشتناکی که توی جامعه هست و دستمزدهایی که به هیچ میشه به قول معروف گذاشتهش، یعنی دستمزد 2 میلیونی که دیگر 2 میلیون نیست، دیگر دلار 1000 تومانی است، دلار 3000 تومانیه که با این حقوقهای 2 میلیونی دیگر اصلا پاسخگوی هیچی نیست. بسیاری از همونجوری که در بخش های دیگر تریبون کارگری گفتیم، سلاخی های بزرگی سفره های مردم با این سیاست ها در واقع سلاخی های بزرگی شده. فکر میکنید که آیا این روند اعتراضات در جنبش معلمان چه خواهد بود و جنبش دانشجویی و دانش آموزی که میتونن تو این روند جنبش بزرگ طبقاتی رو فریاد کنند که همه اون به اصطلاح جیغ و دادهای فرشگردی اینها رو محو خواهد کرد؟ خب آبان 98 در حقیقت یه شرایطی رو ما دیدیم که نه تنها ما، حتی خود بخشایی از رژیم دید که جنبش اعماقه، جنبش فرودستان جامعه است و اعتراض اوناست و خواسته و مطالباتشون رو هم از عهده هیچ حکومتی مشابه حکومت جمهوری اسلامی بر نمیاد، مگر اینکه از یک نظامی را سر کار بیاد که بتونه حقوق اکثریت مردم جامعه ایران رو تامین بکنه. و این چیز جد نمیتونه باشه به باور من جز حکومت شوراهای کارگری در ایران. اما آیا اون چیزی که ما میخوایم و اون چیزی که وجود داره میشه گفت که فاصله هست یا فاصله نیست؟ من به نظرم هنوز فاصله هست بین این دو. خب ما رهبران برجسته ای رو داشتیم در جنبش کارگری معلمان و بقیه بخشای مختلف ایران که اینها تونستن 10,000 کارگر رو سازمان بدن، بیارن تو خیابون اعتراض بکنن. اما هنوز اون 10,000 نفر دید بازتری فراتر از خواسته و مطالبات خودشون در چارچوب اون محیط کارشون فراتر نرفته متاسفانه. و به همین دلیل من میبینیم که اتحاد گرچه یک ضرورت برای بخش طبقه کارگر ایران، اما هنوز این اتحاد نمیتونه به هر شکلی صورت بگیره که اگر بگیره من به نظرم اون روز دیگه ما فقط اعتراض خیابانی آبان ماه را نخواهیم داشت، بلکه علاوه بر اعتراض خیابانی آبان ماه ما اعتصابات کارگری را خواهیم داشت، کارگران برق را خواهیم داشت که اگر اینا ببندن کلیت نظام را میتونن اینا ببندن، کارگران معادن، کارگران بخش‌های مختلف صنعتی پتروشیمی ایران را خواهیم داشت که اینها میتونن کل، و حمل و نقل رو خواهیم داشت که اینا میتونن کل رفت آمد و عبور و مرور رو مختل بکنن با حساب خودشون و نذارن رژیم به حدر خودش که سرکوب جنبش های خیابانی هست برسه، همچنین سرکوب جنبش های اعتراضی کارگران در محیط کار هست برسه. یعنی این دو اعتراضات خیابانی من به نظرم این بار با تجربه از سال 96 و 98 باید فراتر بره از اعتراضات خیابانی و خواهد رفت من به نظرم تا چه حد که
که بتونه خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه، این مهمه. تا چه حد میتونه فراتر بره که نگذاره دست جناح‌های مختلف سرمایه‌داری باز باشه که بتونن سوار این جنبش بشن و به هدف خودشون برسه. این قابل پیش بینی نیست. و به قول لنین در جایی گفته بود، من فکر کنم اینو یک بار دیگه هم قبلا هم گفته باشن، گفته بود دهها میفته که هیچ اتفاقی نمیفته، اما گاهی هفته ها هست که در آن دهه ها اتفاق خواهد افتاد. این به این مفهومی که واقعا در رابطه با ایران میخوره. مثلا هیچ کس نمیتونست پیشبینی آبان 98 رو بکنه که در حقیقت دهه ها سکوت رو انگار در خودش داشت، در اون چند روز به سر رژیم جمهوری اسلامی ریخت و اون اتفاق دوباره من به نظرم خواهد افتاد. و اما اینکه چه بر سر طبقه کارگر ایران خواهد آمد، آیا خودش سرنوشت خودش رو تعیین خواهد کرد یا از اپوزیسیون داخل رژیم بیان سوار جنبش بشن یا از بیرون اپوزیسیون های مختلف، این بستگی به پتانسیل طبقه کارگر برای متحد شدن و همگام و همراه عمل کردن به علاوه اتحاد تمام نیروهای طرفدار طبقه کارگر، منظورم سازمان ها و احزاب مختلف داره. درود بر تو و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به تلویزیون برابری این هفته هم توجه. Thank you.